و روح و فیها به اذن به اذن ربهم من ربهم من کل امر من کل امر سلامون هی حتی سلامون هی حتی مطلع الفرج مطلع الفرج سلامون هی حتی مطلع الفرج سلامون هی حتی مطلع مطلع الفرج صدق الله العلی العظیم صدق الله. آقا دمون، من کی میتونم مثل شما قرآن بخونم؟ اگه صبور باشی خیلی زود. ببخشید آقا جسارت، من دیشب صدای یه آقایی رو از اتاق شما شنیدم. صدا مربوط به همون کاستیه که بچه ها تازه فرستادن، سخنرانی آخر امام. من و دوستام قراره پخشش کنیم تو رشت. یعنی صدای اون آقای امام شماست؟ بله، چون تو تبعیدن راه خیلی دور یه کشور دیگه، برای همین حرفاشون رو ضبط میکنن روی نوار میفرستن، ما اینجا پخش میکنیم تا همه گوش بدن. آقا دامون، یعنی اون کاسته رو پیدا کنن شما رو هم تبعید میکنن یه جای دور؟ اگه زیر شکنجه زنده بمونم آره، ولی بعید میدونم زنده بمونم. حالا نگران نشینم، قرار نیست کسی لو بره. من کارم با ضبط تموم شد، گذاشتمش گوشه اتاقم، برش دارین صدای تایه رو ضبط کنید. دست شما درد نکن، من دیگه برم. آقا دامون، اگر از شهر چیزی لازم داشتیم به من بگیم، من میرم میخرم. خواه حتما با اجازه من برم. خیر پیش. بفرمه یه چیزی بخوری. بگم کانوس خوجه باقیمونه براتون بیارن. نوبره سغرا، برای خانم چای ترش بیار، اشتهاشون باشه. بله چشم. کباب ترش و انار بیج این خونه رو بخورین، دیگه حال هوای شهر از سرتون میفته. خیلی زحمت افتاده. این حرفو چیه میزنی؟ برای خانمت خرمال قاچ کن. نادر، تو رو خدا این چیه گذاشتی؟ یه چیزی بذار شیرین خانم دلش باشه. میخوایم براشون بخونم. یه صفحه شو دوست داریم بگم از شهر بگیرم با خودتون ببرین تهران. خیلی ممنون. آقا نوری بردخان، آقا نوری بردخان. بردوخان جناب سروان ثابتی
انگار یه چیزی میخواد بذاریم کف دستش. مگه سروان ثابتی تا حالا کاری کرده؟ میخواد دیگه آقا، چی بهش بگم؟ ببین سروان ثابتی تو رو مسئول اینجا گذاشته، من با تو طرفم، ثابتی مابتی نمیشناسم. آقا خیالت راحت باشه، خیالت راحت باشه آقا، مهم اینه که کارای سند انجام بشه. پس به سروان بگو که بجنبه. لعنت خدا با شیطان رژیم. آقا تمونه داری قصه نکن. جنم داری. سلام 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 صندلی برای سرکار استوار. ممنونم برزو خانم. اسماعیل بگو غذا رو بکشن. با اجازه تو من بچه رو میبرم بخوابیم. خواهش میکنم. خدا حافظ. خیلی ممنون. یه شیرین خانم به شما خوش گذشته؟ بله خیلی ممنون. خدا رو شکر. بله به لطف شما که تا الان عالی بوده، خیلی بهمون خوش گذشته. البته زحمتش افتاد پای آقای برزو و نازمان خانم. البته که همه مهمونای ما مراهمن. شیرین خانم من فردا اجازه دارم یه ماشین بیارم اینجا شما رو سوار کنم ببرم بگردونم؟ آخه اینجا جای دیدنی خیلی داره. نمیخوام مزاحمتون بشین. نه مزاحمت چیه؟ خب این راننده شما بلد نیست اینجا رو، من میبرم میگردونم. استوا این روزا سرت خیلی شلوغه، ماموریتو بسپار به خودم. ببین نادر خان، جناب سروان ثابتی به من گفته هوای مهموناشو داشته باشم. بعدشم خودم اینقدر گشتم دنبال جنازه، حال حوصله خودم هم خرابه، پس گشت و گذار برای منم خوبه. شیرین خانم، شما جناب سروان ثابتی رو میشناسین؟ بله دورا دور یه آشنایی با پدرم دارم. چقدر خوب. اتفاقا سروان ثابتی همیشه به خاندان ما لطف و محبت داشتن. استوار از گماشته هایشونن. سرکار استوار، شنیدم که شما و سروان ثابتی توی ده بدجوری دنبال پیدا کردن جنازه خرابکار هستین، درسته؟ بله خب من وظیفه‌ام انجام میدم به خاطر احترام به اعلی حضرت همایونی. پیداشون کردین؟ پیداشون میکنیم. ببینم شیرین خانم، این بابای شما در جریان هست؟ بله تا حدودی. شیرین خانم سفارش منو به پدرتون میکنید این مقدار هوای منو داشته باشن؟ جناب استوار شما اول یه چیز درست و حسابی پیدا بکن، من خودم خدمت خانم سفارش میکنم که لطف کنن به پدرشون بگن هوای شما رو هم داشته باشن. برزو خان من تا دو روز دیگه قول میدم پیداشون کنم، نگران نباشید، سری پیداشون میکنم. من اگه کمک از دستم بر بیاد خوشحال میشم انجام بدم. شرمنده میفرمایی. یه وقت اگه اطلاعاتی راجع به همین جنازه این جان خورمالو میخوای باز قاچ کنم دیگه؟ بفرمایید خورمالو. بفرمایید حاج آقا. دست شما در نکنه ماشی جان، شما دیگه برو خونه، ما خودم درها رو میبندم. بچشم حاج آقا. برو به سلامت. دست شما درد نکن. بفرما به نظر شما چی میشه این ماجرا؟ حالا چی بگم، به نظر من حبیب آدم بدی نیست، فکر نمیکنم به کسی چیزی بگه. منم امیدوارم همین اتفاق بیفته. یک کم اگه دیرتر آمده بود تو اتاق احتمالا یه چیزایی پیدا میکردم. میگم حالا فهمیدن این قضیه که کامینا کی به سمت مرز حرکت میکنن همچی قضیه سخت و پیچیده ای نیستا. من با شما موافقم. فکر میکنم برزو داره یه کاری انجام میده، نمیخواد بقیه سر در بیارن. معدن که مال خودش نیست، کارای اونجا رو انجام میده. اصلا دوست نداره نادر از کارهای سر در بیاره. در هر صورت من باید متوجه ماجرا بشم، باید به تهران خبر بدم، هماهنگی رو انجام بدم، یه نفری باید باشه نگاتیو رو من تحویل بگیره. خب حالا نگران نباش، خودم تحتیو این قضیه رو در میارم. نه اصلا واقعا نمیخوام شما به خطر بیفتیم. همه ما تو خطریم آقا دامون.
تو این شرایط شما اگه خطر نکنی به نفعم است. بفرما دست برسه. بفرما. جانا تو خیلی قشنگی ها، مثل اسم تایه، ابریشم تابیده. به چشم همه بچه ها مادرشون قشنگترین زن دنیا است. خیلی خوبه که تو مادر منی، خدا خیلی منو دوست داشته. حرف دل منو میزنی، خدا به من نظر لطف داشته که تو رو به من داده. تایه، اونقدر که من تو رو دوست دارم تو هم منو دوست داری؟ تا مادر نشی نمیفهمی که مادرها چجوری بچه‌شون رو میخوان. هیچی تو دنیا به پاش نمیرسه. تایه بذار این حرفات رو نوار ثبت کنم. حرفات و شعرهایی که پای تنور میخوانی رو تا نگی این دستگار از کجا آوردین؟ نه اصلا. گفتم که تایه جان پولم کم بود، اونو قرض گرفتم، صدات ضبط کنم پس میدم. اون کسی که ازش قرض گرفتی اسم نداره؟ از مغازه گیلاغه است دیگه، گفتم که. چقدر خیره سر ناپخته ای. نگفتی پشت این همه بزل و بخشش چه نیتایی میتونه باشه؟ راست میگی تایی جان، ببخشی دیگه از این غلط ها نمی کنم، فقط همین یه دفعه رو. تایی اگه پیشت نباشم دلم برای صدات تنگ میشه. میخوام صداتو داشته باشم. تایی باشه دختر جان، اینقدر دلی منه نلرزن. دستگار روشن کنی برای تو میگم. حرف و قصه من حاصل این چند روز عمر کوتاهه که منو پیر و ناتوان کرده. باید به جان و دل تو بشینه، نه روی این نوار جادو. باشو باشو روشنش کن. بهار و یه زمستونی میاد که دیگه تیکنار نباشم. زخم زمانه تر بزرگ میکنه. سواد یاد بگیر که بفهمی دنیا حساب کتاب داره. پای خیر و درستی کوتاه نیاد. مواظب خودت باش. فقط باید بدونی یکی هست اون بالا که همیشه چشمش به توه. و وقتی شوهر کن و مردی که تی قدر بشنسه تی بلا می سر. بعد من هر جای زندگی تو دل تو گرفت فقط صدام بزن، حتی وقتی نباشم جان من تی کنار.
سلام. سلام. از شام مهمانا برات پلو کباب کنار گذاشتم. تو چرا تا این وقت شب بیداری کو؟ نصیب ناخوشحال بود. منم دسته بودم دیگه. سفارش های خانومم که تمامی نداره میدونی. الان کاری کمکی چیزی مونده بگو. نه کاری نیست. دوستت دارم نکنم. خلیل. میگم تو چرا درباره ماجرای رشت به من چیزی نگفتی؟ چی باید میگفتم؟ نمیتونستی کاری بکنی نه؟ چه میشد کرد؟ نمیشناسی اینو؟ چی میدونم؟ میگفتی ماشین خراب شده، نمیرفتی دنبالش. این دفعه رو میگفتم ماشین خراب، دفعه بعد چی؟ آه این دست بردار نیست که نیست. خدا منو مرگ بده الهی. چرا تو رو مرگ بده آقا کور؟ آخه بهانش چی بود که رفت سراغ اون دختر طفل معصوم؟ خب میجم بچه رفته بود داخل مغازه یه دونه این سبت و صبح بخره. خب پولش هم کم بود، برزو از راه میرسه کل پولش رو حساب میکنه، یه دو کلام با هم اختلاط میکنن. دستم برد نکنه خلیل. دیگه چیه؟ میگم فردا خروس خان قبل از اینکه برزو بیدار بشه منو میبری امامزاده؟ با این چهار در دوست داری بری یا با اون دو در؟ خیلی خوب حالا تو هم نوش جان. دست دارم نکنه. بگیری شما رو دستم رو نکن، یادگار مادرم. چند وقت گذاشتمش تو جیبم که سر فرصت بدمش بهت. خیلی من جوابم بهت دادم، اینقدر دیگه پا پیچ نشو. سال جفت با پای جواب نت بستادی لاکر دار. آخه بگو چرا؟ دیگه از من گذشته که رخت خانم یه خانه خودم تنگ کن. یعنی تا آخر عمره میخوای تو اون مطبخ دود گرفته بمونی؟ ها من به همون جای گرم و یه لقمه نانی که از مطبخ خانه خان در میارم دل خوشم. داری پیر میشه خلیل، بیشتر از این به خاطر من اینجا نمان. هر زنی کنار تو خوشبخته. زده زیاد مونده، بهتر زودتر برگردی. الان برزو از خواب بیدار میشه سراغتو میگیره.
چای تازه دم بریزم برای تو کیف کنی. تایی جان کاری نداری تا من اینجام برای تو انجام بدن؟ من قربان بشم، من خودم کار خودم رو میکنم. آدمی زد به کار زنده است. حالا احوال خودت خوبه؟ شکر. این وقت صبح خیره؟ دیگه چاره نبود، فقط همین موقع صبح که من از کارهای خانه خلاصی دارم. حرفتو بزن. این زفت صوت میجان رفته از شهر کرایه کرده آورده صدای تایش رو زفت کنه یادگاری نگه داره. دختره ترسیده، ترسیده پیریکوری کار دست من بده. نه خیلی تایه جان، اینو برزخان برای میجان خریده. تو شهر دیده اینو؟ بعد استغفرالله، میخواسته به زور سوار ماشین کنه بیارتش ده. ای خاکه، خدا از وقتی که فهمیدم خواب خوراک ندارم که چجوری گوش به زنگت کنم. چشم برزو دنبال میجانه. برزو غلط کرده. زنش فهمیده؟ فهمیده که هوایی شده، ولی من میترسم، میترسم از آخر عاقبت این قائله، میترسم، میترسم جریان آشی نخورده و دهن سوخته بشه. نمیشه من که میدونم تو چه زحمتی برای این بچه کشیدی. نمه من اگه زحمت کشیده بودم نمیرفت از نامرد زفت صوت بگیره. خامی کرده، نفهمیده. من فقط نگرانم که با این ندارم کاریش باعث بشه برزو امیدوار بشه. چای تو بخور و بشو، تا اهل خانه بیدار نباسم دوش و شو کارت برس. چشم، دیر میشه دیگه، با اجازه من برم. خانون، مملکت آشوبه، آشوب. توی این مملکت پر خائن و خیانتکار. اینا می‌خواستن از مرکز آدم بفرستن که این جنازه ها رو پیدا بکنن، ولی من خودم یه تنه یکیشون رو پیدا کردم، بقیه هم پیدا میکنم. بفرمایید، بفرمایید. به این جنگل میگن سیاتاله. سیاتاله یعنی تاله آدم ها اینجا معلوم میشه، یا سفید یا سیاه، ولی اسمش سیاتاله. همینجوری جماعت وایساده بودن داشتن به ما نگاه میکردن، همه ترسیده بودن. من وایساده بودم و گرگ و سوار ماسی و گرگ گرگه تو چشمای من نگاه کرده بود. چه میکنه تا من خوب نگاش کردم، دقت کردم، گرگه گرخید و فرار کرد. باورتون نمیشه، اصلا تمام جماعت از این لحظه آزاد باشیم. ببخشید چیم خانم، یه سری به بچه ها بزنم، نسخشون رو بکشم برمیگردم. بعد که برگشتم میگیم سراغ همون غار زیبایی که براتون تعریف کرده بودم. غار بسیار زیباییه. خدا رو چی دیدیم، شاید از خوشقدمی شما نفر بعدی هم پیدا کردم. میرسم خدمتتون. پولکاپیس اینجا بینم. چقدر حرف میزنه این دیدونم کرده خدا. خوب طاقتی داری تو پولکاپیس. بیر نشستی ره بگردی اینجا رو بگردی. از این یکی و همین راحتی نمیشه خلاص شد.
اینجا وایسادی؟ ای من هر جا میرم حرف بزنم تو وای میسی من نگاه میکنی. برو به کار برس آقا جان. خوب بگردیدم جارو. این کارگره والا به خدا همش عصبانی هم نداره. من میگم چی کار بکنم همش رو با من دارم کش کش نگاه میکنم. نمیدونم والا برزو خانم اصلا اهمیت نمیده. چی شده تایی؟ برزو کجاست؟ فکر کنم اونجا باشه. چی شده؟ کاری ساخته است برزو. بابا تای خانوم از این برا را کن کردی؟ بار آخرت باشه دوروبر میجان میگردی و براش خاص خرجی میکنی. داشتیم تایه محبت های من جوابش اینه؟ محبتت خرج زن و بچه و پدر مریضت بکن. عمو رحیم لحظه بیرون روش. تلخ نباش مامان تایه. راه خودتو برو که تلخ نباشم. میجان سر پول داشت با فروشنده توی شهر شهر رو بحث میکرد. من نمیتونم بذارم مرام خونه خان این نیست که اجازه بده هر کسی هر رعیتی بره تو شهر با فروشنده ها صحبت کنه. نمیخوام مرام خونه خانه. شما میتونی نخواهی اما من به عنوان ارباب نمیتونم اجازه بدم رعیتم به خاطر سرنرسیشوی چونه بزنه با هر غریبه. او خیالت برداشته؟ فکر نکن که تو غریبه نیستی. اون دختر بزرگی شده عاقله. اگه نمیخواست پول منو قبول نمیکرد. میجان بی خود کرد با تو. سخت میگیری تایه. سخت نمیگرفتم که تا حالا گرگا بچه‌م تیکه پاره کرده بودن. تایه با من مهربون باش. من از مادر یتیمم. هر چیزی سر جای خودش برزخان. شما زن داری دو تا بچه داری زنت پا به ماه. کم گذاشتم براشون؟ این همه چیز براشون فراهم کردم. کم گذاشتی که چشمت دنبال ناموس مردمه. بله کم گذاشتی. میجان کمک میخواست کمکش کردم. میجان کمک نمیخواد. تایه خودش زبون داره اگه نمیخواست میگفت. بزو خان بزو از خان بپرسه که اون روی من بالا بیاد چی میشه. پدر من به شما اینقدر رو داده که وقیح شدین. دستگاه زفت از کجا آوردی؟ آیه؟ چه غلطی کردی تو؟ لال شدی؟ برزو دستگاه رو برای تو خریده؟ میجان تکلیف من روشن بکن. تکلیف من روشن بکن بدونم بی خودی جلوی این قوم ظالمی سینه سپر نکنم. دایی بخورم از کار بدی نکردم. قسم نخور. قسم نخور کار بدی نکردم. میخوای
میخوای صدای منو ضبط بکنی؟ من همین الان که زنده و رو سرتم صدای منو نمیشنوی؟ حرفا منو گوش نمیدی؟ دایی میجام بدون حتی اگر نباشم این طوری دست از من خطا بکنی تن بودن منو تو گور میلرزون. از این بومدم شر رفتم قدقنه بی ازن اجازه من از جد تکن نمی کنی دختری خیر سر. اگه همینو نمیخواستی که پیداش کنی، خب پیداش کردی، فهمیدی اینجا زنده است، دیگه چرا اینجوری میکنی با خودت؟ آره دیدمش، پیداش کردم، ولی نمیتونم برم جلو باش حرف بزنم، حالم خیلی بده. حالا که پیداش کردیم امیر اینجاست، باید با احتیاط بیشتری رفتار کنیم. دیگه بیشتر از این چیکار کنم؟ از ده فرسخی هرکی تو رو میبینه میفهمه که یه چیزی هست، تو به این میگی احتیاط؟ حواستون باشه خانم، الان امیر بیشتر از همه تو خطره ها. اگه بره نتونم ببینمش چی؟ اگه قرار بود بره تا الان رفته بود عزیزمم. نگران نباشید، امروز فردا تحتو قضیه رو در میارم، میخوام ببینم کجا داره کار میکنه، چطور تالو گیر نیفتاده. یه وقت تو چشم نباشی کاری نکنی براش مشکلی پیش بیا. خانم من کار خودم بلدم، خواهش میکنه. جبران میکنم برای تو هم همینطور. ببخشید این قضیهتون میکنم. کسی رو اذیت نکردیم، شما فقط خودتون دارید اذیت میکنید. خواهش میکنم مثل قبل برخورد کنید، کنجکاوی نکنید، کسی رو حساس نکنید، مخصوصا توی این خونه این روزا همین دور همی و پچ پچ سه نفرمون شک برانگیز شده. مواظب خودتون باشید، به من اطمینان کنید. تایه من حرف دارم با تون، بمانید لطفا. ضبط صوتو من میخواستم، میجان خانم تقصیری نداره. تو ضبط میخواستی چکار؟ دستگاه رو برای اون میخواستی، از عاقبت بیفکری های تو میترسم. نباید به من میگفتی؟ چرا تایی جان پایین میگفتم؟ اگه میگفتی لاغل نمیذاشتم پایین این برزوی نامرد به این قضیه کشیده بشه. نمیخواستم اذیت شی. من وقتی اذیت میشم که تو کارهای خام و ناپخته میکنی. دختر جان ما به این جوان اعتماد کردیم،
اعتماد کردیم چون با خداست. کاری هم که داره میکنه به نفع مردمه، خوبه بهش کمک بکنیم، ولی نه اینجوری که به ضرر زیان خودت تموم بشه. من دهن اون کسی که پشت سر تو حرف بد بزنه گل میگیرم، اما خودت هم باید حواست جمع بکنی. چشم دایی. حالا کن تایی جان، من یک آن به جواهری که خودم بزرگ کردم بدگمان شدم، ببخش. بخور تایی، بخور. دیروز غیبت کردیم، خسته بودم از کار. دروغ هم بلد نیستیم، شاید دیگه ادامه ندم چون از معلمتون خوشتون نمیاد میخواین ادامه ندیم. این چه حرفیه؟ من فقط نمیخوام برای شما دردسر درست کنم. که مشخصه من برای شما دردسر درست کردم. من واقعا متاسفم، نباید اصلا شما رو میفرستادم شهر. دلخوری تایی ربطی به شما نداره، همش زیر سر برزوه. اذیت میکنم؟ دست سرم بر نمیداره، هر جا میرم هست. فکر میکنه پسر خانه هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، ولی نمیدونه تاییم دمار از روزگارش در میاره. اینجا اگه دوتا مثل تایه داشت موضوع شب از میشد. با دوتا مثل تایه نمیشه اینجا جلوی برزو و سیروس وایسن. چرا نمیشه؟ الان تو شهر مردم جلو گوله ایستادن. شما برزو رو تو این ده نمیشناسین. روزی مردم دست خودش و پدرشه. روزی مردم که دست خداست، به شرط این که بخوان. چی باید بخوان؟ اینکه جلو ظالم وایستم، اینکه بفهمن اگه گشنه بخوابم بهتر از اینکه زرین بخوابم، اینکه قد بکشن بشن اونی که دوست دارم بشن. چه می